با درود به بینندگان خوب تلویزیون ایران فردا، عسل پهلوان هستم و دقایقی رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت و به دور از بلا باشید. خب این روزها هم در آمریکا که هموطنان ما با هر مدلی که شده سعی کردن برن واکسن رو بزنن و خوشحالم از این بابت که در آمریکا خیلی هموطنان ما در این زمینه فعال هستند و دارن واکسناشون رو میگذارن. امیدوارم که در همه جای دنیا هم به این صورت بره، ولی اروپا رو دیدم، در فرانسه مخصوصا دیدم که خیلی سریع نبودن و حالا باید ببینیم که به چه صورت خواهد بود. در هر صورت امیدوارم که این مسئله هرچه زودتر تموم بشه و مخصوصا هموطنان ما در داخل ایران. 22 بهمن هم گذشت، 22 بهمنی که واقعا 42مین سال این انقلابی بود که جز بدبختی و بیچارگی چیز دیگری برای مردم نداشت. اعدام‌ها، شکنجه‌ها، فقر، بدبختی، گرانی و و مسائل دیگری که در این 42 سال با خودش آورده. در این هفته مجله فردوسی امروز هم رو جلدش رو به این موضوع اختصاص داده. مجله فردوسی امروز این هفته ما با شمارش 536 هفته است که ما به منازل شما میفرستیم این از این مجله رو. ملتی که هنوز زیر آوار انقلاب زنده است. فردوسی امروز با مقالات بسیار خواندنی از آقای عباس پهلوان. در این هفته چند شعری است که از آقای هادی خرسندی در زمینه همین مسئله انقلاب و 22 بهمن و شعرهایی که در سالهای در همین چندین سال گفتن رو سعی کردیم در یک صفحه جا بدیم. پدر در این زمینه خیلی دوست داشتن که شعرهای آقای طنز آقای هادی خرسندی رو در اینجا بگذارن و همینطور مطالب دیگری که همینطور هست. آقای سعید نقیب‌زاده ناینی، آقای علیرضا میبودی، آقای پرویز ناظریان در این هفته مقاله دارن، آقای محمد سعید حبشی، خانم شکوه میرزادگی و آقای کاوه گوهرین، آقای اردوان مفید، آقای داریوش باقری، آقای یاسر طلایی احمدی و مثلا خاطرات و همینطور زندانیان را از یاد نبریم. و در این هفته دو صفحه که من اختصاص دادم این دو صفحه رو به اولین قربانیان انقلاب، این دو صفحه است که دوست داشتم بتونشون بدم، به این صورت هستش. این دو صفحه اولین کسانی که در انقلاب کشته شدن، تیرباران شدن و اعدام شدن. 4 نفر که درست 4 روز بعد از انقلاب کذایی، من اسمش رو همیشه میذارم، و این انقلاب و 4 نفر بدون وکیل، بدون دادگاه رسمی این عزیزان رو اعدام میکنن. بله، ارتش بود نصیری، سرلشکر رضا ناجی، سپه بود مهدی رحیمی و سرلشکر خلبان منوچهر خسروداد جزو 4 نفری بودند که در آغاز کشته میکشن شون، یعنی تیربارانشون میکنن و بعد هم افراد دیگری که به ناحق اینها رو میکشن و اعدامشون میکنن، تیربارانشون میکنن. نه دادگاهی بود، نه وکیلی بود و واقعا ناجوان مردانه این عزیزان رو تیرباران میکنن. وقتی که به سنین این عزیزان من نگاه میکردم واقعا دردناک بود. سنینی که میشه گفت بالاترین سن و آقای ارتش بود نعمت الله نصیری داشتن، 67 ساله بودن و بقیه زیر 60 سال بودن، واقعا سنی نداشتن. کسانی که واقعا آقای نیکپی که واقعا زحمت کشیده بود و در دادگاه حتی نمیتونستن مدرکی برای او پیدا بکنن و دیگر عزیزانی که در این سالها کشته شدن، تیرباران شدن، اعدام شدن و واقعا چه اونهایی که در ایران و چه در خارج از ایران، مثل
تیمسار اویسی در خارج از ایران اولین کسی بودند که توسط جمهوری اسلامی در خارج از کشور مورد ترور قرار گرفتن و بعد هم افراد دیگر. واقعا دردناک تعداد اعدامی هایی که در این 42 سال جمهوری اسلامی انجام داده. و وقتی که من کتاب خلخالی و خاطرات خلخالی رو میخوندم که واقعا یکی از دردناکترین کتاب هایی بود که من میتونم به صراحت بگم خوندم و دردناک بود و اینکه چقدر جان آدم ها برای او بی اهمیت بود، افرادی که بی گناه بودن، افرادی که واقعا زحمت کشیده بودن برای اون برای مملکت ما، برای ایران، و اینجور خلخالی ازشون یاد نام میبره و طرز کشتنشون و این فکرهای واقعا قرون وسطایی خلخالی که چگونه یواشکی بتونه هویدا رو، امیرعباس هویدا، روحشون شاد، یادشون رو گرامی میدارم، و دیگر عزیزان رو چجوری بتونه تیرباران کنه و و خیلی مسائل دیگری که خلخالی در خاطراتش نام میبره. و این کینه و نفرتی که از خاندان پهلوی او داره و همینطور از آخوندهای دیگری در کتابش میگه و همینطور تیرباران هایی که دهه به دهه تعدادشون بیشتر میشد، دهه همون اوایل انقلاب که افرادی بودند که زحمت کشیده بودند برای مملکتشون و بعد هم و خب در زمان شاه مقام و منزلتی داشتن و مورد تیرباران قرار گرفتن، و بعدم دهه 60 که دهه‌ای بود که خود اونهایی که انقلاب کرده بودند رو زیر گلوله هاشون قرار دادن و کشتن و مجاهدین، فداییان و دیگر کسان، و در صورت انقلابی بود که جز کشتن و اعدام و بدبختی و میشه گفت و آخر سر هم افرادی که در آبان ماه کشته شدند در سال 1198 کشته شدند، افرادی بودند که در همین دوران انقلاب به دنیا اومده بودند و اونها هم به خاطر مسئله اقتصادی و فقر جامعه و گرانی مورد تیر جمهوری اسلامی قرار گرفتن و کشته شدن. پس نسل به نسل گذشت و اعدام ها هنوز ادامه داره و متاسفانه اینکه امروزه باید این سکوت رو شکست و باید دست به دست هم داد و با هم یک صدا شد. بریم نگاهی بکنیم به یک موزیک ویدیویی که یک جوان درست کرده، بسیار زیباست، بسیار قشنگه، جوانی که علی نام داره، درود می‌فرستم بهش. و اینکه همون موقع او هنوز به دنیا نیامده بوده و امروز او این ویدیو رو درست میکنه، میخونه با صدای بسیار قشنگش. بریم گوش بدیم ببینیم ویدیویی که تهیه کرده و با صدای خوب علی عزیزی. به زندانیان بپردازم و در این هفته تعداد زیادی بودن که حکماشون صادر شد. از جمله کسانی که دستگیر شدن آقای نیما قاسمی رو میشه نام برد که توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت میشه. آقای نیما قاسمی نویسنده و پژوهشگر فلسفه هستن که در روز دوشنبه 20 بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خودشون در تهران بازداشت میشن و به مکان نامعلومی منتقل میشن. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل او میکنن و شماری از وسایل شخصی او رو از جمله لپتاپ و دست‌نوشته هایشون رو ضبط میکنن و با خود میبرن. تا الان به دلیل اینکه ایشون رو بازداشت کردن هیچ اطلاعی در دسترس نیست. باید یادآوری کنم که آقای نیما قاسمی فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته فلسفه از دانشگاه بهشتی و مقالاتی از آقای قاسمی در همین زمینه در نشریات متعددی به چاپ رسیده و حالا هم ایشون رو دستگیر کردن و تا مطمئنا در هفته آینده بهتون خواهم گفت که دلیلی که ایشون رو بازداشت کردن چیست.
آقای رضا اسلامی شهروند ایرانی کانادایی هستند و مدرس حقوق بشر. ایشون به 7 سال زندان محکوم شدند. آقای رضا اسلامی که همونطور که گفتم ایشون شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی هستند و عضو هیئت علمیه دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی هستند که توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 7 سال حبس تعزیری، محرومیت از تدریس و ممنوعیت خروج از کشور ایشون محکوم شدن. آقای اسلامی در تاریخ 21 اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و بازداشتگاه این نهاد به موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او نهایتاً چندی پیش با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. آقای اسلامی به اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی، یعنی در واقع آمریکا، علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی حاکمیت قانون در کشور چک محاکمه شدند. پیشتر نیز پرونده آقای اسلامی در شعبه 1 بازرسی دادسرای اوین مورد بررسی قرار گرفته بود و این پرونده باید بگم که 15 متهم داشت که 14 نفر اونها در مورد همکاری با دولت‌های خارجی تبرئه شدند. ولی پرونده آقای اسلامی نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه منتقل شد. از میان این افراد پرونده یک نفر دیگه از بابت اتهام کشف حجاب در ترکیه به دادسرا رسید. در مورد آقای اسلامی باید بگم که آقای اسلامی متولد سال 1342 هستند، دو فرزند دارند و اهل تهران. آقای اسلامی دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه در کانادا هستند و یکی از اساتید رشته حقوق بشر و حقوق محیط زیستی هستند. وی همچنین تاکنون موفق به تألیف و ترجمه بیش از 10 کتاب در زمینه حقوق بشر شده است. جالب اینجاست که کسی که در مورد حقوق بشر کتاب نوشته و درست در کشوری است که نقض حقوق بشر درش حکم میکنه و هیچ نوع رعایتی نمی کنن. و بر این که من بارها در این زمینه گفتم چطور میتونین دولت جمهوری اسلامی رو باور بکنید که درش حقوق انسانی وجود داره، شمایی که 10 تا کتاب در زمینه حقوق بشر نوشتید، در این زمینه فعالیت کردید، در کانادا درس خوندید و باور کردن، من هنوز نمیدونم چطور میتونید باور بکنید. و مسئله این نیستش که حالا چه طرفدار راست باشی، چه طرفدار چپ باشی، اصلا چه طرفی هستی، اصلا مهم نیست برای جمهوری اسلامی. در زمانی که شما مخالف هستید، اصلا حقوق بشر رو نمیشناسید، حقوق انسانی براش معنا و مفهومی نداره. من اخیراً یکی از این 2-3 تا ایمیل از هم وطنان عزیز من به من ایمیل کردن در مورد پسری که یکی از ساشان هم داره، حالا اسمش هم درست هم نمیدونم و من ویدیوشو قبلا دیده بودم که در مورد این بود که با خانوم ها عکس میگرفت و شامپاین باز میکرد در حالا هر جای دنیا هم که هست و بعد میان لوش میدن، اینترپول میگیرش و بعد به اون محکومش میکنن به اینکه ایشون انسان میدوزیده و خیلی حکمای سنگینی که بعد ایشون اومدن این مسئله این مقدار سیاسی کردن. البته به من گفته بودن چطور شما هیچی نمیگید، چطور عکس‌العملی نشون نمیدید، چون من از این مسئله ها صحبت کنم. ببینید مسئله اینجاست که امثال ساشا هر کسی یک جور ریاکت میکنه. به نظر من او اومده، خب عکسایی که من تایید میکنم، اون فیلم هایی که شامپاین باز میکنه با خانم ها میرقصه یا اون با مایو فیلم برده میکنه، اونها البته اون از جامعه میاد که درش خفقان بوده، پدری داشته که درش خفقان بوده، در بهش حکم زور میگفته و امروز اومده در کشوری آزاد داره یه جور دیگه برای خودش یک نوع مبارزه ای میکنه، حالا هر نوع مبارزه ای درست یا غلطش رو کاری ندارم. و بعد چون چیزای خیلی زیادی میدونه به گفته خودش میاد و میگه اگه زیادید به منم درگیرم بدید لوتون میدم. به نظر من، از من نظرم خواسته، من بهتره که آقای ساشا یا هر چی که اسمشون هستش در این زمینه اگر قرار لو بده، بهتره لو بده و بهتره که بگه که این افراد چگونه هستن و چه ماهیت داره، شجاعت روح لازم رو داشته باشه و شجاعت احمد رضایی که روح هر دوشون شاد، یادشون رو گرامی میدارم، که بچه آقازاده بودن
و امروز دیگر در کنار ما نیستند. آقای ساشا باید درس بگیره و باید بدونه که بهتر گفتنی ها رو بگه تا دیر نشده. این نظر من بود، از من خواسته بودی در این لابلای این برنامه، خواستم این رو بهتون بگم. باز هم اگر مسئله بود میتونید به من از اصل پهلوان gmail.com ایمیل کنید و اگر موضوعی هست به هم بگید. گزارش از آخرین وضعیت امیر احسان قاضی در زندان تهران بزرگ. آقای امیر احسان قاضی 21 ساله هستش، زندانی سیاسی و یکی از بازداشتگان اعتراضات سراسری آبان 98 که از شهریور ماه سال جاری دوران محکومیت 2 سال و 7 ماهه خودش رو در زندان تهران بزرگ سپری میکنه. این زندانی اوایل آذر ماه 98 در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشه و مدتی بعد با قرار وثیقه ایشون رو آزاد میکنن و ایشون رو در تاریخ 18 بهمن ماه 98 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمش میکنن و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به حبس محکومش میکنن. این محکومیت نهایتا با تسلیم به رأی به 2 سال و 7 ماه و 15 روز حبس تعزیری تقلیل یافته. آقای قاضی در تاریخ 16 شهریور ماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت خودش بازداشت میشه و به زندان تهران بزرگ منتقل میشه. لازم به یادآوری است که در این زندانی در تاریخ 9 مهر ماه به همراه 10 زندانی سیاسی دیگر در تیپ 5 زندان تهران بزرگ به تیپ 2 این زندان که پیش از این محل نگهداری زندانیان معتاد و مواد مخدر بوده است منتقل میشه. آقای امیر احسان قاضی همراه با 10 تن دیگر از این افراد در پی انتقال خود به این مکان دست به اعتراض زده و از دریافت جیره قضایی دولتی خودشون خودداری کردند. 10 تن که اونها هم در آبان ماه برای دستگیر شده بودند و برای اینکه اینها رو یک شکنجه روحی بدن میبرن به قسمت مواد مخدری ها و بعضیشون هم حتی میبردن به اونهایی که آدم کشتن و اینجوری مورد اذیت و آزارشون قرار میدن. سها مرتضایی رو که همگی یاد دارید، سها مرتضایی در همین هفته در دادگاه تجدید نظرش به 6 سال حبس محکوم میشه. خانم سها مرتضایی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً حکمش تایید میشه و محکومش میکنن. ایشون فعال دانشجویی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه بودن. خانم مرتضایی پیشتر توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که دادگاه در خصوص این صدور این حکم به تحسن خانم مرتضایی در دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از تحصیل در مقطع دکترا، شرکت در اعتراضات سراسری آبان 98 و تجمع اعتراضی نسبت به لایحه پوشش در دانشگاه تهران و فعالیت در شورای صنفی دانشگاه تهران استناد کرده است. در واقع باید بگم که ایشون توسط قاضی صلواتی محکوم شدند و بعد هم در دادگاه تجدید نظر ایشون رو حکمشون رو تایید میکنن. لازم به یادآوری است که خانم مرتضایی پیشتر در تاریخ 26 آبان 98 در جریان اعتراضات سراسری آبان از طریق یک پیامک به محوطه ورودی خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران فراخوانده شد و در مقابل خوابگاه دانشگاه بازداشت میشه و ایشون رو به ابین منتقل میکنن که البته لازم به یادآوری است که ایشون بعد از اینکه میگیرنشون با قرار وثیقه‌ای که براشون تعیین کرده بودن و ایشون گفته بودن این قرار وثیقه برای من نمیتونم این رو تعیین کنم و خیلی برای من گرونه و بعد هم با مشکلات دیگری ایشون مواجه شدن و بالاخره البته تونستن قرار وثیقه بذارن و ایشون رو آزاد کنن. در صورت خانم مرتضایی همگی با او آشنا هستیم و من در برنامه فیلمی هم از او نشون دادم که در مقابل دانشگاه تحسن کرده با پلاکاردی که در دستش داشتش همیشه و
ساعت ها و روز ها در دانشگاه نشست و تحصن کرد به خاطر ستاره دار شدن و به خاطر محروم شدن از دانشگاه، و حالا هم ایشون رو بهش حکم 6 ساله دادن و این هم در همین هفته حکم 6 ساله شون در دادگاه تجدید نظر تایید شد. با تشکر از شما بینندگان خوب که نشستید و برنامه من رو نگاه کردید، با تشکر از رضای عزیزم در اتاق فرمان، از همه شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر، ساعتی دیگر. خدا نگهدار. یادتون باشه قدر همگرم بدید. خداحافظ.